داستان زیبای خربرفت و خربرفت از مثنوی مولانا. دوستان عزیزم، در این داستان زیبا شما خود شنیدین که مرد صوفی از تقلید کورکورانش به چه سرنوشتی دچار می شود. حتما این ویدیو را تا انتها بیننده باشید. ممنون از لایکتان. مردی که ادعا می کرد صوفی است، سوار بر خری بود. شب هنگام به خانقاهی رسید. خر خود را به طویله برد و در آخره بست. مقدار آب و کاج جلو خرش گذاشت. پالانش را برداشت و در گوشه نهاد. سپس به خادم سفارش کرد که مواظب او باشد. این را گفت و وارد خانقاه شد. در آن شب صوفیان دیگری هم در آنجا بودند که چند روزی میشد هیچ غذایی نخورده بودند و بسیار احساس گرسنگی میکردند. وقت مهمان تازه وارد را دیدند، تصمیم گرفتند تا خری او را بفروشند و برای خود غذا تهیه کنند. چند نفری از آنان برخاستند و به طویله رفتند و خر صوفی را باز کردند تا او را برده و بفروشند. خادم سعی کرد تا جلو این کار آنها را بگیرد، ولی او را تهدید کردند و گفتند برو کنار، در این کار دخالت نکن. خر صوفی را با خود به بازار بردند و آن را فروختند. غذای تهیه کردند و بساط عیش و نوش را برپا کردند. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع فروختند. جشن برپا شد. آن صوفی بی خبر از همه جا را هم با آن جشن دعوت کردند. هر کدامی از صوفیان در حین جشن سر و صدای زیادی برا انداخته بودند و صوفی مسافر نیز وارد جشن دیگری صوفیان شد و شروع به همراهی آنان کرد. یکی از صوفیان که مطرب و خواننده حرفه‌ای بود ترانه ساخت و شروع به خواندن کرد. شیرین ترانه این بود: خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفیان دیگر هم همراه او این ترانه را تکرار می کردن. برخی نیز می خندیدن و هیچ نمی گفتن. صوفی که اصلا نمی دانست منظور از خر در ترانه همان خری اوست، تصور می کرد که ترانه صوفیان زیباست. پس او نیز همراه دیگران شروع به خواندن شعر خربرفت کرد. از ره تقلید آن صوفی همین خربرفت آغاز کرد اندر حنین. در این حالت خادم چند بار به درون خانقاه آمد تا بلایی که صوفیان بر سر خرش آورده بودند را به صوفی بگوید. اما با وجود آن همه سر و صدا نتوانست چیزی به صوفی بگوید. از طرف دیگر خود صوفی هم همراه دیگران میخواند: خر برفت و خر برفت و خر برفت. آنان تا نیمه های شب و حتی نزدیک های صبح به جشن و شادمانی یا ترانه خواندن ادامه دادند و صوفی نادان هم با آنان همراه شده بود. صبح فرا رسید. هر کس دنبال کار خودش رفت. صوفی مسافر هم آماده شد تا از خانقاه برود. وسایلش را برداشت و به سمت طویله رفت، اما خرش را ندید. با خود گفت احتمالاً آن خادم خر را برای آب خوردن بیرون برده است، زیرا او دیشب آب کم خورده بود. پس نباید زیاد نگران باشم. رفت و گفت خر من کجاست؟ لحظات بعد سر و کله خادم پیدا شد، اما خری با او نبود. صوفی با تعجب نزدی او رفت و گفت خر من کجاست؟ خادم تعجب کرد و گفت خر؟ کدام خر؟ خجالت بکش مرد. صوفی عصبانی شد و با خادم شروع به جر و بحث کرد و گفت یادت نیست دیشب خرم را به دست تو سپردم و گفتم که مواظب او باش؟ حالا میگی کدام خر؟ گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را به خر موکل کردم. خادم گفت ای مرد احمق، برو دنبال کارت، خودت که از همه چیز با خبر هستی، دوباره میگی خرم را بده؟ صوفی گفت من نمیدانم، من خرم را از تو میخواهم، اصلا من چیز را نمیدانم. خادم گفت دیشب عده‌ای از صوفیان آمدن و خر تو را بردن تا بفروشند. من خواستم جلوی آنان را بگیرم، ولی مرا تهدید کردند. من هم از ترس به آنها چیز نگفتم. ای مرد، تو گوشت را به دهان گربه سپرده ای و توقع داری. صوفی بلافاصله گفت گیرم که خر را به زور از تو گرفتن، تو نمیتوانستی بیایی و به من بگویی؟ کی بدبخت خرت را بردند؟ تو نیایی و نگویی مرمرا،
که خرت را میبرند ای بینوا. صوفی دو دستی بر سرش زد و گفت: اگر دیشب به من گفته بودی لااقل میرفتم و خرم را پس میگرفتم، یا میتوانستم به قاضی شکایت کنم، اما حالا چه کنم؟ همه اینها تقصیر توست. دوباره خادم را دو دشنام زد و گفت: باید به من میگفتی. خادم گفت: رهایم کن بابا، من دیشب چند بار آمدم که به تو بگویم که خرت را بردن، ولی دیدم تو هم همراه صوفیان میخواندی خر برفت و خر برفت، حتی از آنها هم بلندتر آواز میخواندی. خیال کردم حتما خودت هم خبر داری و از این کار ناراحت نیستی. صوفیان لحظه بود که متوجه شد مقصود از آن ترانه چه بوده است. کمی بعد گفت: من از آن ترانه خوشم آمده بود و از آنان در خواندن ترانه فقط تقلید می کردم. لعنت بر این تقلید که زندگیم را برباد داد. مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. پایان داستان. خب دوستان عزیز، خدا کنه که حکایت آموزنده خوشتان آمده باشه و ازش چیزای آموخته باشین. حتما ویدیو را لایک کنین و چینل را سابسکرایب. تا قصه و حکایت دیگه، خدا حافظ.